عزیزان سلام عصر یک شما در شادی و سلامتی و محبت و فیض و رحمت خداوند عرض ادب و سلام خدمت شما عزیزانی که اینجا هستیم خواران و برادران نازنین من، خانواده محبوب خداوند اما تو سلام احترام دارم خدمت عزیزان که از طریق میدیا ما رو میبینن سلام های گرم کلیسای محلی الفا و خانواده خداوند را خدمت شما از طریق میدیا و از طریق صحبت میفرستم به کانون گرم خانواده های شما در هر جایی که هستن ایزان پر از فیض آرامش و محبت خداوند باشین خدا را شکر میکن دوستان عزیز که امروز دوباره خداوند این زمان را مساعد ساخت تا با هم جمع شویم و پیام خداوند را بشنویم آمین مزمور صد سی چند نفر از ایزان آگاهی داریم یا خواندیم میاد این آیه بسیار زیبا را مشناسیم چی خوش و چی دلپسند است با هم بودن ایمانداران. ایمانداران وقتی که با هم در یک نام در یک اسم عزیز، اسم مبارک ایسای مسیح جمع میشه میزان و این دلپسندی برای ما نه تنها بلکه برای اول برای پدر ما هستش برای ایسای مسیح است که ما را با همیجه جمع کرده آمین؟ خدا را میکن. و این درود و سلامتی خداوند برای شما ایزان باده عزیزانه که ما از طریق میدیا خدمت شما سلام و احترام تقدیم کردم یک موضوع در فکر ما آمد که تکنولوژی و تکنیک چقدر خوب است چقدر عالی است چقدر کارهای ما را بشر راحت ساخته است سولت ها به وجود آورده درست چقدر ارتباطات بسیار دور فاصله های دور هم. مثلا فکر کن که, که آلمان تا آمریکا تا استرالیا مثلا و تا ایران تا افغانستان این فاصله ها را با آوردن نزدیک کردنه همانقدر که سهولت آورده من فکر میکنم که یک مقدار مشکلات رو خودشان به بار آورده چند نفر با حرف من موافق هستن که این تکنولوژی نه تنها راحتی بلکه مشکلات رو به بار آورده آمین <laughs> خدا را شکر حالا وقتی میگه مشکلات به بار آورده چی فکر میکنم در چه مورد خواد بود فکر کنم بیشترینش در رابطه با ارتباطات ماست در رابطه با یکی بودن های ما هستش فاصله ها دور است ما از طریق تلفن و زوم و واتساپ و اینا و اینترنت و یوتیوب با هم دیگه میبینیم ولی اما لذت و اما زیبایی که با هم باشیم کم که در کلام خداوند میگه که از رفتن در جمع ایمان غافل نشویم همین لذت به هم حضور به هم رساندن نداره موافق هستیم با من پس اگر خوب است مشکل خودش هم داره متاسفانه این تکنیک تکنولوژی یک مقدار حتی روی ایمان ایمانداران تاثیر گذاشته حتی روی روابط ما در کلیسا ها و تاثیر منفی به جای گذاشته حسن متاسفانه عیزانه که در خانه هایشان نشستن و میگن خب ما کشیش و معلم و کلیسای های خانگی خود ما را داریم یک تلویزیون سی شام گذاشتن در مقابلشان نشستن و از طریق یوتیوب و واتس و واتس اپ خانه فیسبوک حالا بسیار بسیار تعلیمات یوتیوبی و فیسبوکی شده پیام خدا را میشنویم خدا را شکر برای تکنیک تکنولوژی خدا, خدا, خدا را شکر برای این خدا را شکر برای برنامه‌ها خدا را شکر برای این پروگرام هایی که تعلیمی بسیار زیاد است وقتی ما یوتیوب و, و فیسبوک را باز میکنیم هزاران هزار تعلیم را می بینیم هزاران هزار خادم خداوند را می بینیم که با ما این پیام خدا را می خدا را شکر می کنم خود ما شما حتما در جریان هستیم یعنی که من تقریبا دو تا برنامه را تا سه تا برنامه را در طی هفته کار میکنیم و اونجا اما از فیسبوک هم از یوتیوب اینستاگرام اینا ورد داریم برای رئیزان و یک برنامه هست برنامه تاک شاخه ها که حتما دیدین شاید هم ندیدین و یک برنامه است از طریق آی سیند برنامه سلام افغانستان اینا خودش رسانیدن پیام خداست ولی بازم زمانی که امروز ما اینجا هستم در حضور شما این برای من لذتش از همه چیز بیشتر است چرا آغوش شما من فضای نفس‌های گرم هم وقتی که میبینه احساس میکنیم یک یک, یک لذت روحانی دیگه آمین خدا را شکر میکنم وقتی که ما اینجا با همیم خب اگر کرونا است فقط مشت با هم میزنیم ولی قلب های ما را با هم میزنیم نزدیک میکنیم و این ارتباطات را داریم با هم خدا را شکر میکنم ایزانه که از پشت دوربین های صفات مجازی یا میدیا بینن چیزی باز که از رفتن به جماعت ایمانداران غافل نشیم تنبلی نکنیم بیان عزیزان در هر جای کسی کوشش بکن که یک شنبه در جمع ایمانداران در کلیسا ها باشیم چرا این از لحاظ روحی و عاطفی برای ما بسیار ضربه می رسانه در انزوا ما را قرار می وقتی که تنها باشیم در خانه های خود ما خدا را شکر پیام خدا از هر جای میتونه کار بکنه اما تکرارم میگم حضور به هم رساندن یک اتحاد رمی ها. دوستان عزیز عزیزان من امروز صحبت بنده در رابطه بیشتر رمی ارتباط و موضوع اتحاد کلیسایی است و ارتباط اتحاد مسیحایی که ما را خون ایسای مسیح آورد و با هم یک جای کرد و گرچه کرونا است فاصله ها را زیاد کرده ولی کلام خدا فاصله ها را چی میکنه؟ نزدیک میکنه چرا قلب های ما را پس عزیزان بیان اکتفا نکنیم فقط به این مسائل تکنولوژیک که بسیار خطرناک است بیایم توجه بکنیم با کلام خدا ببینیم که کلام خدا برای من تو چی هشدار می‌دهد. در رابطه با این گرد هم, ای هم, آمدن با یک جای شدن و در رابطه با این اتحادی که در مایم رابطه هایی که با هم می داشته باشیم و این رابطه ها که محبت و صمیمیت را به وجود میاره این چی تعلیم داره کلام خدا برای ما ما اه, کتاب فلیپیان باب یک آیه 27 و 28 اگر ایزان روی پرده داره اینجا با هم مرور بکنیم فقط از شما میخوایم پولوس رسول این نامه را به کلیسای فیلیپی میگنه یا مو حرف دل پولوس است بر من تو فقط از شما میخوام که به شیوه شایسته انجیل مسیح رفتار کنید تا خواه بیایم و شما را ببینم و خواه در غیابم از احوالتان بشنوم خاطرم آسوده باشد که در یک رو استوارید من فکر می کنم که جالب ترین و زیباترین ترین جمله یا حرف در این جمعی قسمتش خواهد بود که میگه که خاطرم آسوده باشد خاطر جمع باشم که در یک رو استوارید در یک رو استوار می باشیم و چون یک تن دوش به دوش برای ایمان انجیل مجاهده می کنید دوش به دوش یک جای با هم همگام میشیم برای چی؟ برای ایمان چی؟ انجیل همین خبر خوش اولین خبر خوش آمدن ایسای مسیح روی زمین که چی کرد؟ من تو را با هم یکی کرد اگر نه افغانستان کجا و کابل کجا و تهران و ایران و نمیدم از فان و مشهد کجا ها؟ آمریکا و آلمان و پاکستان و چین و آسرالیا کجا چقدر ما را با هم ساخت این پیام خوش انجیل فکر کنم چندین سال پیش قبل از ایمان ما ما هم دگر نشناخته داشتیم نه هم دیگر نه ارتباط داشتیم بجز از موضوع خانوادگی ولی امروز از تمام رنگ و پوست و نژاد و ملیت و زبان چی شدیم اینجا آمدیم حضور به هم رساندیم در یک به خاطر یک چیز ایمان انجیل آمین خدا را شکر میکنم که این است که ما را با هم آورده روز پنج شنبه ایزان ما جلسه بسیار پربرکتی در کلیسا داشتیم نه؟ و این ایده که خداوند برای پاسور عزیز داد و ایزان پیز پذیرفتن خدا را شکر که ما هر از گاه یا بعد شاید بیشتر کمتر شود بیشتر شود بهتر است که با هم خواران و برادران این مزمور 133 را عمل میکنیم آمین؟ عمل میکنیم چی خوش شده پسند است با هم بودن خواهران و برادران که میم در کلیسای مکسوک و رنگ یا در این جای در ساختمان هستیم با هم جمع میشیم و کار گروهی میکنیم آیات را میشنویم تعلیم میگیریم برکت میگیریم چند برکت در این روز پنجشنبه بود عزیزان برکت اول تعلیم کلام خدا بود ها باب 4 و یوحنا باب اف را یاد گرفتیم تعلیم گرفتیم و دوم برکت که با هم بودیم چای شیرینی خوردیم با هم ها؟ این خودش با برکت از این خود باعث شد که امو لذت جلسه برای ما بیشتر شد و ملموستر شد آمین چند نفر با یک باور هستیم که روز پنجشنبه با برکت از جلسه رفتیم خدا رو شکر ما چهارشنبه هم جلسه داشتیم داشتیم در سالها پنج شنبه های دیگام خواران عزیز ما جلسه داشتند کلاس های دیگام از تعلیمات و جلسات دیگام هست ولی روز پنجشنبه برای شخص من بسیار بسیار زیبا بود و یک دلی و او شادیایی که داشتیم لبخند که داشتیم با هم ای بسیار باعث برکت بود و همبستگی ما را واقعا نشان داد ولی یک نقطه ایزان وقتی که من از جلسه رفتم بیرون در مسیر را با خودم فکر میکردم چیزای ما روز پنج شنبه یاد گرفتیم در جلسه آموختیم خدا را شکر از کلام خدا تعلیم که پاسور عزیز داشتن و اجزانه که در گروه ها کار کردیم و نظریاتی که داشتن اینا چیزای تیوری بود که یاد گرفتیم خدا را شکر ولی با واسه تمام این زیباییش ولی یک چیز دیگر من میگم خدمت شما ایزان که در قلب من بود آیا این یادگیری این تیوری ها کافی است در زندگی روحانی ما فقط یادگرنده باشیم یا عمل کننده هم نیز باشیم آمین عمل کننده هم نیز باشیم برای بر یادگیری همیشه زمان و وقت است بتویم بسیار چیزها رو یاد بگیریم شما ایزان بهتر از من خدا را شکر اما حس یادگیری امو قوت یادگیری شما زیاد است من یک موضوع بسیار سرش کوشش بکنم تا یاد بگیرم بسیار کورزین هستم ولی برای یادگیری میشه زحمت کشید یاد گرفت ولی عمل کردنش چی این چیزایی که یاد میگیریم عمل باید بکنیم و عمل این چیزهایی که روز پنجشنبه یاد گرفتیم من میخوام یک شهادت خدمت شما داشته باشم ایزان شهادت که سالها در قلبم بود سالها آرزویش داشتم سالها برش دعا کردم سالها برش در حضور خدا به زانو رفتم ایزان باور بکنه در صداقت کامل میگم سالها بر خاطر موضوع دعا کردیم با قلب با ایمان با عشق و این رویایم بود در زندگی رویای من بود چون کلام خدا بر من تو میگه قومی که رویا نداشت قوم چی است سرکش است نه پس هر کدام ما باید رویایی در قلب ما داشته باشیم در فکر ما داشته باشیم در زندگی ما یک رویایی داشته باشیم و خداوند این رویا را بر ما عمل کرد انجام داد و دعای ما لبای گفت خداوند و این رویای ما به حقیقت پیوست بین که قبل از اینکه این شهادت خدمت شما بگویم از سینا <سؤال> عزیز خواهش میکنم این دو تا عکس و یک قسمت از فیلم یک عکس و یک فیلم از نشان کمی بر ما اینا نشان بتن به یاد کدام از آیات کلام خدا افتادیم کتاب یوحنا زمان که عیسی مسیح بلند میشه و تشت آب را بر میداره و لنگ را به کمر میبنده از این جنبه عملی داره نه تنها به که ما فقط یک تشت را بگذاریم و یک لنگ را به کمر ببندیم و بلند این پای ایزان را بشیم یک سمبول است اما کارهای دیگه در این مسیر در این بدن مسیح باید انجام بدیم با این رویای ما بود ایزان که ما سالها وقتی که شما می‌دونید که من سال 1998 وارد این کلیسای الفا امیگا شدم و خدا رو شکر تا به امروز که اینجا هستم این افتخار است برای من و این قوت خداوند یا مو کمک و یاری خداوند بوده که من اینجا بودیم تا به امروز و در کل یک آرزو داشتم که کی بتانیم زمان خادمین و ایمانداران افغان با هم جمع شویم و در یک محل و با هم خدا را بپرسیم و جلسه داشته باشیم و دید بازیده داشته باشیم یک و این رویا بیشتر از زی... کی بیشتر شد برای من که دو سال پیش یک سال قبل از نه، سه سال میشه دیگه یک سال قبل از کرونا عزیز برای من تماس گرفت زنگ زد و تقاضای یک یک چند ثبت برنامه رادیویی را کرد که با هم یک چند تا برنامه برای رادیو مسیحان افغان برنامه داشته باشیم که پخش میشه برای افغانستان و در این برنامه یا پروگرام رادیویی احتیاج به یکی ای دو تا خواهر بود و احتیاج به یکی ای دو تا زبان محلی دیگه وطن بود شما میفهمید در افغانستان زبانهای مختلف از مثل که در ایران هست. مثل لوری از کردی از عربی است مثلا فارسی است شیرین است رجب مشهدی است افغانستان هم های مختلف داره و این برادر از من خواهش کرد که با یک دو سه نفر از ایزان باشه خادمین باشم. خواهش از بود که خادمین باشه که با جای مختلف و بیایم یک برنامه را داشته باشیم که سریال باشه چند قسمت وقتی که من تماس گرفتم با چند تا از خادمین خداوند و این پیشنهاد را برشان گفتم و آماده شدیم برای تاریخ مشخص که بیایم و به ثبت برنامه آغاز بکنیم همونجا بود خداوند در قلب گذاشت که نور این رویا که داشتی که خادمین افغان یک روز با هم جمع شوند و بیان یک مشارکت داشته باشیم یک روز با هم باشیم همینجا جایش است که از اینجا باید شروع بکنیم و خداوند شروع کرد آیست این جمع که آغاز شد و پاستور ما آمدم با پاسور عزیز مشوره کردم صحبت کردم که ما میخوایم تا یک جمع داشته باشیم دعا بکنیم و آمدیم بالاخره آیست این جمع آمد و رسید و تعداد کثیری از خادمین افغان البته نه تنها ایماندارا منظورم نیست فقط در خادمینی که در جای مختلف این دنیا خدمت میکنن آسترالیا، آمریکا کانادا اروپا افغانستان هندوستان حتی از پاکستان و و چندین کشورهای دیگه از اندونزیا خادمینی که در حال خدمت هستند. من اسمش گذاشته بودم خادمین ارشد که عیزان گفتن ارشدش هم میبرداریم فقط خادمین باشن آمدیم و این جمع بیشتر شد و تصمیم گرفتیم در ماه نومبر که پس بیایم این جلسه ما حضوری باشه بیم حضوری با هم و یک جلسه داشته باشیم که این لذت ایمانداری ما را بیشتر با هم در حضور هم دیگه ببینیم و آمدیم تصمیم باش رفتیم یونان و در شهر تسالونیکی یونان در اونجا این کانفرانس سه روزه را داشتیم و خادمین با هم جمع شدیم که این عکس و چیزی که شما دیدین از امو زمان است که با هم اونجا ما این مراسم پایشوری را این سمبول اونجا ایزان نه تنها مساله اونجا فقط موضوع پایشوری بود بلکه اونجا دعا بود بین ما ما یک یک اتحاد یک صمیمیت یک 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 محبت خاص در بین خادمین اونجا ایجاد شد و تمام حرف اگر خلاصه بکنم در این جمله که بودن ما در اونجا به خاطر حضور خداوند بود و حضور خداوند در بین ما چون ما ریا اونجا با هم جمع شدیم یک اتحاد را بر ما آورد که این جریانش ادامه داره و با امید خدا در آینده نزدیک اگر امکانات شوه که همین جلسه ما در آنبورگ در کلیسا و در حضور شما و با شما داشته باشه که با هم بیایم این چی بکنیم؟ این کار را انجام بدیم و زیبایی دیگه این جلسه داری بود عزیزان که ما از, از اقوام مختلف زبان های مختلف همچنان از کلیسه های مختلف بودیم حتی از از بگران های مختلف حتی از شاخه های مختلف بگیم کلیسه های مختلف از باپتیست بودیم از ارتودکس بودن از کلیسه انجلی انجیلی بودن و تفاوتهای فکری و تعلیمی زیاد بود اما زیبایی بود که در یک نام به نام عیسیی مسیح در اتحاد امدلی و با هم بودیم تفاوت تفاوتها زیاد بود در اونجا کلیسای تفاوتهای کلیسایی بگویم تفاوت های تقریبا میشه گفت عقیدتی زیاد بود چون در بین ما عزیز است در اونجا که به زبان دعا کردن میگه من اصلا به شرمان نمیپذیرم ولی کلام خدا را میپذیره این زبان ها نیست که ما را با آسمان میبره این اتحاد هم همدلی یکی است که ما را با آسمان پیوند میده پس اگر اخت... تفاوتها ها بود ولی اختلافات نبود این زیبایی را من اینجا خدمت شما بگم و ایزا منظور من از این حرفی است که در کلیسایی که هستیم در, در, در جماعتی که زندگی میکنیم و همین کلیسای خود ما در اینجا هستیم یا در هر جای در هر کلیسا و هر کشوری که هستیم تفاوت هست. هست. ها زیاد است تفاوت های فکری زیاد است برداشت ها زیاد است شاید مکاشفات هر کس به شکل خودش یک مکاشفی از خداوند بگیره دریافت بکنه اما دوستان عزیز این تفاوت ها باعث نشه که اختلافات به وجود بیاره تفاوت چیزی است اختلاف چیزی هست تفاوت ها باعث نشه گفتم اختلاف بیارد و چون ما عزیزان ما شما میدانیم که دشمن ما منتظر است که این از تفاوت های ما استفاده بکنه اختلافات را به وجود بیارد ولی بله کلام خدا میگه از ما هوشیارتر باشیم آمین از ما هوشیارتر باشیم عیسی مسیح با یک رنگ با یک خون با یک ایمان و باور همه ما شما را خرید جمع کرد از هر ملیت نجاتی که هستیم آورد ما را چیکار کار کرد با هم یک جای کرد ای زن من من از سال 1997 که با عیسی مسیح آشنا شدم از 1998 وارد ایمان شدم و ایمان آوردم و قلبم و, و تا به امروز من در این مسیر شاید تئوری بسیار عظیم مسیحی را یاد نگرفتیم نشناختیم شاید در رابطه با تعلیمات بسیار وسیع بالای الهیاتی ضعیف هستم اما یک چیز از خداوند یاد گرفتیم یک چیز را یاد گرفتیم او برای من بسیار زیبا ایزان و او چی است؟ او است ایزان که کلیسا بدن ایسای مسیح است این را یاد گرفتم که هر کدام من شما عضو از این بدن هستیم و منم افتخار از این دارم که عضو بدن مسیح هستم و هر کدام ما این بدن را ساختیم و زیباتر چی از ایزانه خوش به حال من و خوش به حال تو که در این مسیر زندگی ایمانی برای حفظ وحدت و همدلی و هم یاری و هم فکری این بدن کوشا باشیم بکشیم و و, و همیشه در تلاش باشیم این بسیار زیباس ایزان در ایمان که من و شما برای حفظ اتحاد و یک این بدن تلاش بکنیم فکر بکنیم و این دقیق متوجه باشیم و بدانیم دوستان عزیز بدانیم کلام خدا اوشدار میته بجز از این گناه میکنیم وای بر من ایزان وای بر من اگر بر این بدن گناه بکنم اگر به این بدن جفا برسارم اگر به این بدن کار بکنم که بدن زخمی شود وای بر من خیلی خطرناک است از ایزان در زندگی روحانی ما و دشمن منتظر از امی لحظه است من شما دشمن بسیار زیرک، اوشیار و و بیداره داره میزان. دشمن که مانند شیر قرآن در 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 تلاش از کجا ایماندار داره ضعیف گیر بکنه، کجا یک موضوع را پیدا بکنه، اختلاف را پیدا بکنه که از طریق از او وارد شوه. شیطانی که اگر تانست با اصله دروغ و اسادت و نمیدم غرور نتونست کار بکنه ایزان او اصل ایش میگذاره کنار می از یک چیز دیگه استفاده میکنه این دکتر بیشتر میفهمن میکروسکوپ نه کوچکترین یک ذره را پیدا میکنه و شریر شیطان از اصلی میکروسکوپ استفاده میکنه و میای یک خلل را در ایماندار در من در تو در این بدن میخوای پیدا بکنه تو به هر شکل شوه از طریق من تو از طریق خود ایماندار کلیسای خدا را ضربه بزنه یا زخمی بکنه یا یا به مشکل برسانه این نیرنگ و این فریب را دشمن هر روز در تلاش است که به کار ببره اگر این نبود عیسی مسیح خدای من تو در زمانی که دعا میکنه نزد پدر در یوحنا باب 17 خانم که بسیار زیبا میگه بر مادرهای 23 و 24 اینا که پدر دعا میکنم برای چی؟ همونطور که من میگه با تو یکی هستم اینا با ما یکی شود در رابطه با یکی بودن در رابطه با اتحاد در بدن مسیح او آیه بعد است آیه بیست افت فکر کنم که بعد میگم نه تنها برای اینا بلکه بر برای آنهای دعا میکنم که از طریق اینا به تو ایمان میارد او دعای بعدی است ولی دعای اولشی است که برای من توی که بدنش هستیم برای بدن خودش در حضور پدر میره دعا میکنه ما فکر میکنم شب فکر و تصور شخصی خودم هست که عیسی مسیح اوجه حتما در زانو رفته و دستاش بلند گرفته و داد میزنه در حضور پدر برای یکی بودن و برای هماهنگ بودن من تو چرا ایسای مسیح این دعا را میکنه چون خداوند است همونطور که دیروز من اترا میشناخت که به خاطر تو من, من تو بر روی زمین آمد فردای من تو را مشناسه و با هم بودن من تو در کلیسا هم میدانه که چی هست بناهن این دعا را کرد تا ای که گفتم وقتی که میدانه که ما سلیقه های مختلف استعداد های مختلف توانی های مختلف داریم همه چیز ما متفاوت است برداشت های ما متفاوت است عزیزان همونطور که رنگ و پست و نژاد ما مختلف است برداشت ها و استعداد ها و توانایی های ما اه اه متفاوت است و او دعا میکنه تا این اتحاد شکل بگیره در بین ایماندار در بین من تو برای من تو دعا میکنه تا این اتحاد چی شوه شکل بگیره اگر میگم اتحاد و یک دلی ما در کتاب اعمال رسولان باب دو میخوایم زمانی که ایمانداران با هم جمع میشن چی میگه کلام خدا میگه همه ایمانداران با یک دلی تنها اتحاد نیست بلکه با یک دلی فرق بین اتحاد و یک دلی است عزیزان یک دلی فلسفه خودش را داره حالا صحبت میکنیم کوتاهش. رویش و اتحاد چیز خودش را داره اتحاد در دنیا هم است در شرکت ها در تجارت در 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 بسیار موضوعات اتحاد وجود داره گروه ها با هم جمع میشن و شما عزیزان شاید بار اول اگر میشنوین شاید شاتم نمیشنین دیدین خیلی زیاد که کشور افغانستان متاسفانه چل چهار سال است که جنگ درش است و در این 40 چند سال جنگ عذاب مختلف و مذاهب مختلف در کار بوده تمام عذابی که در افغانستان هست ایزان اسامی مختلف دارند حزب اسلامی جمعیت اسلامی اتحاد اسلامی محاذ ملی نمیدانم مثل چندین عذاب دیگه است اتحاد اسلامی خب اینا در این چل سه سال هر چند سال با هم یک دفعه درگیر بودن جنگ کردن او میفته من رئیس جمهور رفته من رئیس جمهور رفته من پادشاه رفته من پادشاه بعد از یک مدت آمدن اینا با هم یک جای شدن اتحاد کردند این گروه با این گروه بیاین ما دو گروه با هم یک جای میشیم که گروه سیومی چی بکنیم از بین ببریم روی نفع شخصی تظاهر دروغ یه هر چیزی که بوده آمدن بین هم یک اتحاد را به وجود آوردن و گروه سیوم را ضربه زدن ما در کتاب مدرسه نمیدونم کتاب صنف چند بود فراموش کردم میخوندم میفکه دو نفر دوست خر دزدیدن سر تقسیم با هم جنگیدن آن دو بودن گرم زد و خورد دوز سیوم خرشان را زد و برد یعنی دو نفر دوست یک خر را دوزی کردند یک حیوان را دوزی کردند با خاطر که میگفت مال من است میگفت مال من دو تا با هم جنگ, جنگ کردند در حال جنگ و دعوا بودن که دوز سیوم از راه میرسه چیکار میکنه مال مال دوزی شده را میده داره فرار میکنه میره دو نفر وقتی که از دعوا تمامش میگه که چیز باقی نمانده پس متاسفانه اتحاد دنیایی این است یا در شرکت ها و فیرما هایی که در روی زمین است میبینیم دو نفر با هم شریک میشن اتحاد میکنن پولایشان ایدهایشان با هم یکی میکنن بعد از یک مدت جدایی میاین اما دوستان عزیز زیبایی ایمان من شما در چی است که این اتحاد و این یکی من شما را ایسای مسیح آورده و این اتحاد ابدی است آمین نه اتحاد دنیایی که باید یک چند روز باشه و این اتحاده گفتیم خداوند برای من تو داد خود خداوند در صلیب جلجتا دو نوع اتحاده برای من تو آورد اتحاد اول آن جدایی که بین من و پدر خدا بود نه؟ بین انسان و بشر بود این, این،, این جدایی برداشته شد این اتحاد آمد بین مخلوق خالق و برکت دوم اتحاد بین ایماندارا آورد چون بدن مسیح است چون عیسی مسیح در صلیب است که من اتاره اینجا با هم یک جای کردم راست آمین این صلیب مسیح بود که امروز با هم یک جای جسته اینجا و کلام خودش هم مشنویم پس اتحاد دنیا تا اتحاد در عیسی مسیح فرق میکنه و در اتحاد در عیسی مسیح همدلی در عیسی مسیح اتحاد در عیسی مسیح همدلی کار داره اتحاد بدون همدلی همفکری چی است معنی نداره شاید هم امکان نداره خوار برادر عزیز من که اینجا از میدیا میبینه اینجا که نشستیم همون رقمی گفتیم که دشمن ما زیرک است و میخواهی که تفرقه و جدایی بندازه و چطور بتانه بدن مسیر جدا بکنه ولی اگر ما به کلام خدا مراجعه بکنیم اه، 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 کتاب فلیپیان باب دو آیه را اگر بخانیم یک بار اینجا بیایید شادی ما را با کمال رسانید و با, با یک دیگر وحدت نظر و محبت متقابل داشته یک دل و یک رأی باشید هیچ کاری را از سر جا طلبی یا تکبر نکنید بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانیم هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشد بلکه به دیگران نیز شد همان طرز فکر را داشته باشد که مسیح عیسی ایسا داشت عیسی مسیح طرز فکرش چی بود هیچ کار را از سر یا تکبر نکنید بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید جا و خودخواهی غرور تکبر در تنهایی کار کردن اگر من تنها هستم در یک جای نشستم هر کدام از این جا تلبی و تکبر و غرور که در خود داشته باشم هیچ کار نداره چون من تنها هستم این زمان کار کرد پیدا میکنه که در جمع میایم وقتی که در خانواده خودم در بین شما ایزان هستم اینجا مشخص میشه اینجا مشخص میشه که ما امی شهادت روز پنجشنبه از خوارمعناز عزیز گو زمانی که من در خدمت شروع کردم اونجا متوجه شدم که حسودی در من است در ایران هیچ وقت فکرم برش نکرده بودم ولی که شروع به خدمت میکنیم وقتی که شروع میکنیم که در بدن خداوند سهیم باشیم و اینجا زندگی ما را ادامه میده اونجا بسیار چیزا در زندگی ما گل میکنیم و ما باش متوجه میشیم خاطر از از که پولوس چه میگه؟ که شادی را به کمال برسانید و هی حفظ وحدت را در نظر بگیرین ایزان هیچ کدام ما با به فکر خود نباشیم بلکه به فکر دیگران باشیم ایزان اگر ما حسودی داریم اگر همچشمی داریم اگر این غرور با ما است یا در ما هست که در بدن مسیح بیشتری ضرر می رسانه، ایزان این اصلحه است که ما خود ما میگیریم دست شیطان میتیم تا بر علی خود ما استفاده بکنه این اصله کشنده را من در بدن مسیح خودم میگیرم میارم دو دست دست دشمن تقدیم میکنم که بیا بدن مسیح را ضربه بزن که در اون خود منم ضربه میبینم ایزان وقتی بدن مسیح ضربه بیبینم منم ضربه بیبینم خب منم عضوی بی بدن مسیح هستم هر عزیزی که اگر برای بدن مسیح بخوای زخم وارد بکنه اولین کسی که زخمی میشه خودش است با خاطر بگه که آیا کسی هست که بدن خودش دوست نداشته باشه؟ ضرر به بخ... بدن خودش برسم در کتاب قرانتیان میخوانه میره؟ بنی آدم ازای یک دیگر چه اوز به درد آورد روزگار دیگر روزگار را رو نگذارد قرار اگر این دست من درد بکنه تمام وجود من درد میکنه یا غیر ازی است پس چطور میتونم که بیایم با دشمن همکاری بکنم با, با, دشمن بدن مسیح هم دست شوم و ضربه بدن مسیح به ضربه برای خودم انجام بدم رای علاج اتحاد و همدلی با رول قدوس عزیز و ما بیایم در کمک و یاری با رول قدوس بتانیم این ظفر در خود ما چی بکنیم؟ با قوت تبدیل بکنیم این خداوند است عیسی مسیح است این روح قدوس است که ما را در این مسیر چی میکنه کمک میکنه عیسی مسیح بیهوده نگفته بود که رفتن اما برای شما خوب است من میرم تا روح قدوس بر شما آید وقتی روح قدوس بر شما آید قوت خواهی یافت خداوند میداند که اگر روح قدوس بر من تو نمیداد این دشمنان را میبلید ولی خدا را شکر که رول قدوست داره میتونیم بسیار زود ساده راحت اما با ایمان با اتکا به رول قدوس با یاری رول قدوس این ضعف از خود ما دور بکنیم ایزان هیچ کدام ما نیستیم که در زندگی ضعف نداشته باشیم داریم زفره چند نکته است که بعد از این خدمت شما خواهد گفتم ولی قبل از این بگم که عیسی مسیح روزی که بر روی زمین بود و خدمتش شروع کرد چی گفت آیا گفت من کلیسای ارتدوکس سازم؟ آیا گفت من کلیسای کاتولیک میسازم؟ کلیسای انجیلی میسازم؟ کلیسای نمیفهم می سازم؟ همین چیزا را گفت یا معلمین و اسقفان میسازم؟ کشیشان شبانان و خادمین بسازم بلکه برعکس چی گفت در کتاب متی باب 18 آیه 20 که من کلیسایم را بنا میکنم که بعد جوان ما او اصطلاح نمیتونه داشته باشه عیسی مسیح چی درست کرد چی بنا کرد کلیسای خودشه کلیسا کی است چی است بدن مسیح بدن مسیح کی است من توی اینجا نشستم من توی اینجا بینیم. کلیسا بدن مسیح عیسی مسیح بدن خودش بنا کرد آماده کرد و درستش کرد پس من تو این بدن مسیح سلولی از این بدن هستیم و عیسی مسیح زیباتر در این آیه چی میگه؟ میگه وقت دو یا سه نفر در نام من جمع شود من اونجا هستم عیسی مسیح در بین دو یا سه نفر منظور نیست که حتما باید دو یا سه نفر باشیم خب عیسی مسیح اینجا امروز هست آمین که هست روی قدوس خدا اینجا هست آمین که هست حضور خدا در هر جای است در هر زمان و مکان در هر موقع هستش ولی اینه به خاطر او اتحاد و یکی بودن برای من تو گفت که بیا ایمان داره به من با هم یک جای شد در نام من چرا جدا از من نمیتونی کار بکنی امروز با برادر صحبت بگم در رابطه با کتاب یوحنا با 15 که سای مسیح میگه من تاک با شما شاخه هستین شاخه که میوه نیاورد سختان دمی شود جدا از من نمیتوان کار کرد این تمام آیات را اگر جمع کنیم به عمق این آیات فکر بکنیم همینا اتحاد است اما اینا یک دلی است اینا هماهنگی هم, 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 هم هنگی هستش ما چطور میتونیم که یک دل نباشیم اگر تنها اتحاد باشه ایزان آمدن ما در کلیسا او هر روز میتونیم اینجا بیم جمع باشه اینجا هر کاری که خواسته باشیم انجام میتونیم اینجا ولی اگر میخوایم بدن مسیح در زیبایی رشد بکنه کلیسای ما در زیبایی رشد بکنه ایمان ما در زیبایی رشد بکنه ما عوض همدلی بکنیم هم فکری بکنیم هم یاری داشته باشیم به هم دیگر. این خیلی مهمتر است از اتحاد که اتحاد میتونه باشه پلیپیان باب دو آیه سه حسادت و همچشمی و غرور و جا تلوی اصل گفتن که دست شیطان میته وقتی که پولس میگه که کاری از سر جا طلبی یا تکبر رو نکنید بلکه با فروتنی دیگران از خود بهتر بدانید خداوند میداند که این کلام را کلام الهی قرار میداد چون میداند که ایزان که ما در جمعی که هستیم در کلیسای که هستیم همون رقمی که گفته ما از نژاد و ملیت و رنگ و پوس و عادت ها و شخصت های مختلف هستیم باورهای متفاوت هستیم شاید ما های مختلف داریم به خاطر امو ضعف هایم زیاد داریم ایزان یک جمع کسیم در کلیسا هر تعداد کسیم همه ما پرفکت روحانی کامل بالا نیستیم بالغ نیستیم حتما در جمع ایزان هستن که ضعیف هستن شاید هم کم سواد شاید هم از لحاظ روحانی ضعیف شاید درد داره شاید مشکل داره شاید گناه میکنه شاید در گناهی هست اینا همگیش در جمع کلیسا هست در بین ایماندارا هست ضعیف هستیم و اگر عزیزه که با خواندن چند کلاس از الهیات با یک مقدار از زندگی ایمانیش گذشته باشد و باید شروع بکنه به طرز رفتار بکنه و عزیزه که ضعیف است و او را همیشه سرکوب بکنه پس می به اون آیه که فروتنی درش نیست او دیگر جا طلبی و تکبر درش می باشد اینا بوده در کلیسا از اول هم بوده دو نفر شاگرد آمد نزد مسیح گفت خداوند برای ما بگو کدام دست راست بشینیم کدام دست چپت بشینیم مارتا آمد در حضور خدا دوا کرد که خداوند ما چقدر برات کار میکنیم زحمت میکشیم اونا ضعف نشان میداد اونا ضعف نشان میداد ولی دوستان عزیز اگر این مشکل در, در, در بدن مسیح نبود این آیان برای تو به نوان تعلیم دادن نمیشد عیزان در اتحاد در همدلی در هم بیاری ایزان مست و برکت است مست برکت و بیداری روحانی زمان در بین بدن مسیح بیشتر میشه که این اتحاد حفظ شود در روح با روح و بر پیشبرد کار خداوند بر روی زمین و دوستان عزیز یک یاداش گرفتم چقدر زیباست که برای خودم برکت بود وقتی که نوشتم اینجا دو جمله شاید بسیار سطحی برش فکر میکنیم چون بارها 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 هزاران هزار هزاران بار شنیدیمش شاید بیشتر از هزار هزاران بار شنیدیم این جمله و این حرف را محبت و فروتنی محبت و فروتنی من فروتنم فلانی فروتنم من محبت دارم فلانی محبت دارد این کلمه محبت و فروتنی را هزاران هزار بار و به با کار بردیم در موارد مختلف اما عزیزان برای من این موضوع امروز چی باز شد این محبت و فروتنی چون اگر فروتنی نباشه محبت انجام داده نمیشه این محبت فروتنی دو بال است دو بال است برای زندگی روحانی من شما این دو بال است که ما و تو به اوج به اوج زندگی روحانی هر روز بالا و بالا و بالا و بالا و بالاتر بالا میبره من در باور دارم به این موضوع وقتی گفتم نوشتم برای من برکت شد برای خودم خیلی لذت داشت این حرف که بله وقتی که فروتنی وقتی که محبت وقتی که احساس اینه دارم و فکر از اینه دارم که من یک دل و همرنگ با بدن مسیح هستم بر من دو تا بال است که مرا در اوج میبره میبره به سوی خداوند نزدیک و نزدیک و نزدیک تر میسازه حتما شما این تجربه را کردین منو این تجربه را کردیم و هیچ کدام از این تجربه خالی نیستیم و او چی است ایزان این است که حتما بوده در جریان زندگی من تو که یک روز یک وقت از یک عزیز دلخور بودیم از یک ایماندار ما منظور از خانواده الهی است منظور از خواهر برادر من است که دلخور بودیم یا یک عقده داشتیم، یک کینه داشتیم در مقابلش شاید هم حق با ما بوده طرف مقصر بوده ولی این نقطه آن قد ما را پیشانده با خود سالها طول کشیده این 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 رنج آن قدر ما را با خود پیشانده سالهای سال مثل اون تار عنکبوت، تمام مثل تار عنکبوت که تمام فکر و قلب ما را در خودش گرفته که نمیتونی یک قدم به سوی عزیز پیش برم یک قدم اون او چیزی است که مست گرفته میشه برکت از زندگی گرفته میشه و اگر این جریان پیدا کنه در بدن مسی بیداری نمی آید در جهان و در کلیسه های مختلف دنیا نشان داده شده و به چی تجربه نشان داده ایزان زمان در کلیسه ها بیداری آمده که اتحاد و همدلی در اون کلیسه ها زیاد بوده ما مسائل زیاد اینجا نوشته کردم برادر میدی من میگه تمام شد چلو دقیقه پس این آیه آخر را بگویم خدمت شما و ختم بکنم قبل از اینکه آیه رو بگویم ایزان آیا یک روز بوده در این مسیر که هستیم دیم هر روز که زندگی میکنیم با خداوند در کلیسایی که هستیم خوهر رو برادر را دیدیم که درد داره مشکل داره در ضعف است در گناه است و یک مشکل داره بدون از اینکه عزیز را خبر بکنیم بدون از را... بدون شخص خودش را بگوییم بریم در حضور خدا در زانو و, گی... و با, با, با دعا و بر عزیز شفاعت بکنیم کی بوده چی وقت بوده که این کار را شاید انجام داده باشیم بدون از اینکه طرف بگوییم بیایم و او را انجام بده. او عزیز ما رو برادر ما رو خوار ما بازوی ما رو بدن ما چون ما در کتاب دوم قرانتیان می خوانیم نه؟ اول قرانتیان دوازه دوازه که تمام اعضای بدن یکی هست نه؟ مسیح سر هست نه؟ پس اگر این استش آیات بعد را که می خواستم بخوانم نمیم چطور شود کلوسیان باب سه آیه دوازه الافده ای را می خانم و ختم می کنیم ایزان پس همچو قوم برگزیده خدا که مقدس و بسیار محبوب است خیشتن را با شفقت مهربانی فروتنی ملایمت و صبر مولعبت سازید آمین نسبت به دی یک دیگر بردبار باشید و چنان که کسی نسبت به دیگر کدورت دارد او را ببخشاید چنان که خداوند شما را نیز بخشود شما نیز یک دیگر را ببخشید و برای همه اینها محبت را دربار کنید که همه چیز را با هم می پیوندد و شما را کامل می گردند. آمین سال مسیح بر دلهایتان حکم فرما باشد زیرا فرا خوانده شده اید تا چون اعضای یک بدن در صلح و صفا و سر برید و شکر گذار باشید کلام مسیح به دولتمندی در شما ساکن شود و با مازمیر سرودها و نغمه هایی که از روح است با کمال حکمت یک دیگر را پند و تعلیم دهید و با شکرگزاری و صمیم سمیم دل برای خدا بسرایید و هر چه کنید چه در گفتار و چه در کردار همه را به نام خداوند عیسی مسیح انجام دهید و با واسطه او خدای پدر را شکر کنید آمین ایزا میخواین این آیات وقتی که رفتین خانه دوباره با بخ... با خود بخانین یک مرور بکنین من اینجا صحبت ها زیاد نوشه کرده بودم ولی من میخوایم که فقط با این آیه در آخر اتکا بکنم ایزان صلح بر دل هایتان حکم فرما باشد خوشا به حال صلح کنندگان من نمیدونم که چقدر از این صحبت های ما برکت گرفتن این یک متوجه شدیم با این زبان ضعیف من ولی اگر زبان نور ضعیف است زبان خداوند قوی است این زبان خداوند است این حرف خداوند است این حرف من نیست نه این تعلیم من است نه موضع من است نه صحبت و حرف من است این حرف خداست آمین پس با این حرف که ایزان یک دیگر اگر پن میتیم و تعلیم میدیم با شکرگزاری و سمیم دل باشه نه از حسودی و نه از غرور که من بهتر از تو میفهمم آمین فیض خدا با شما باشه ایزان برادر مهدی بازم دستش بلند کرد بیایم بریستیم از دعا بکنم ایزان دعا بکنیم و پاسور عزیز اگر میخواین که در این دعا ما را همراهی بکنین یا سرود بخوانن یا داشته باشن یا فکر میکنم ایزان بهتر دعا است که خود ما را در این لحظه به حضور خدا بیاریم من گفتم که هیچ کدام ما شما مسیحیان بگویم یا, یا ایمانداران پرفکت و کامل نیستیم ابر مرد و ابر زن ایمان نیستیم حتما در ضعف هستیم حتما مشکل داریم حتما از عزیز کینه داریم از عزیز کدورت داریم حتما از بر کس زخم رساندیم از کس زخمی شدیم هیچ امکان نداره که نشده باشیم و هیچ امکان نداره کس را زخم زخمی نکرده باشیم امروز روز است که دعا بکنیم امروز روز توبه است امروز روز بازگشت است امروز روز است که زمان است ایزان که این آیات را که در اینجا دیدیم و خواندیم این آیات را در زندگی ما عمل بکنیم پدر به نام عیسی مسیح به نام منجی عزیز من خداوند من منجی و آقای من سرور من بادار من کسی که برای من همه چیز را داد به نام این حزیز دعا می کنم ما می خواهیم خداوندا خودم و عزیزان را به حضور تو بیارم مسیح جان دعای قلبی من دعای من که با ایمان از خداوند پدر من در حضور تو همی است این اتحاد یک دلیره این اتحاد مسیحایی را این اتحاد, اتحاد تسلیس اقدس را خداوندا در قلب من و در قلب ما خداوند شعلاور بکن بیا خداوندا ما را در این راه در این مسیر یاری برسان کمک بکن رول قدوس عزیز این ضعف ما را با قوت تبدیل بکن جایی که خداونده کم آوردیم جایی که زخمی کردیم جایی که درد رساندیم جایی که نبخشیدیم شاید آگاهانه شاید هم غیر آگاهانه ولی رول قدوس عزیز در این دعا ما را هدایت کن خداوند یاری برسان مسیجان ما را به ضعف های متوجه بساز و یادمان بیار خداوند که کجا کی در کدام عزیز را زخمی کردیم خداوند که امروز از تو و از عزیز ما طلب بخشش بکنه و امروز خداوند ما و بگیم که ببخش خداوند ببخش منه که خطا کردم ببخش که منه که جفا رسندم به بدن تو ببخش مسیح جان که من به نسبت به بدن تو گناه کردم زمانه که زخم به بدن تو وارد کردم ببخش خدا من دا زمانه که آن تاج خار به سر تو فشار دادم تا خون بیشتر بیایه خدا من ما را هدایت بکن در این دو ایزانم ما را خداوند دعا میکنم که در این دو هدایت بکن خداوند به یادمان بیار که کجا خداوند جفا رساندیم تا توبه بکنیم مسیح جان به نام مسیح